با گذشت دو روز از وقوع طوفان ویرانگر پام در مجموع جزایر وانواتو مقام های این کشور از مشکل دسترسی به بسیاری از نقاط دورافتاده سخن میگویند. با این حال کمک های بشر دوستانه در راهند. استرالیا و نیوزیلند نخستین محموله از کمکهای خود را روانه این مجمع و جزایر در اقیانوس آرام کردند رئیس جمهوری وانواتو امروز دوشنبه گفت که این طوفان 90 درصد ساختمانهای پورتویلا جزیره اصلی را تخریب کرده است او با اشاره به اینکه کشورش قربانی مستقیم تغییرات آب و هوایی زمین است افزود به دلیل مشکلات ارتباطی نمیتوان با جزایر در ارتباط بود و از وضعیت آنها با خبر شد این طوفان بی سابقه در نخستین ساعت بامداد شنبه با سرعت نزدیک به 300 کیلومتر در ساعت مجمع جزایر وانواتو را در و با برجای گذاشتن ویرانی های گسترده بیش از 15 هزار نفر از ساکنان محلی را آواره کرده است. گرچه هنوز تخمین دقیقی از خسارات مالی و جانی ناشی از این طوفان سهمگین ارائه نشده اما آخرین برآوردها از کشته شدن دستکم ششتن حکایت دارد.